به نام خداوند بخشنده مهربان، نوار شماره 12 از ترجمه فارسی قرآن کریم را با سوره ابراهیم آیه 26 آن آغاز می کنیم. خدا اهل ایمان را با عقیده ای ثابت در دنیا و آخرت پایدار می دارد و ستمکاران را گمراه می گرداند و خدا هرچه بخواهد به اختیار مطلق می کند. هیچ ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبدل ساخته و خود و قوم خود را به دیار هلاک رهسپار کردند و به دوزخ که بدترین جایگاه است در افتادند و در مقابل خدا امثال و ازدادی مانند فرعونیان و بتان جعل کردند که خود و خلق را از راه خدا گمراه کنند؟ ای رسول ما، به این مردم بت‌تراش و بت‌پرست بگو که ای بدبختان، این دو روزه دنیا به لذات دنیوی مشغول باشید که بازگشت شما به آتش دوزخ خواهد بود. و ای رسول ما، به آن بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز به پا دارند و از آنچه روزی آنها کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند پیش از آن که بیاید روزی که نه چیزی توان خرید و نه دوستی کسی جز خدا به کار آید. خداست آن که آسمان ها و زمین را آفرید و باران را از آسمان فرو بارید تا انواع ثمرات و حبوبات را برای روزی شما برآورد و کشتی ها را به امر خود به روی دریا و نهرها را به روی زمین به اختیار شما جاری گردانید و خورشید و ماه را پیوسته برای شما مسخر کرد. از انواع نعمتهایی که از او درخواست کردید به شما عطا فرمود که اگر نعمتهای بی انتهای خدا را بخواهید به شماره آورید هرگز حساب آن نتوانید کرد. با این همه لطف و رحمت خدا باز انسان سخت کفرکیش و ستمگر است. یادار وقتی که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این شهر مکه را مکان امن و امان قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور دار. پروردگارا این بتان و بت‌تراشان بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هر کس در راه توحید و خداپرستی پیرو من است او از من است و هر که مخالفت من کند و راه شرک و عصیان پوید اختیارش با توست که خدای بخشنده و مهربانی. پروردگارا من زن و فرزندان خود را به وادی بی کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو برای بپا داشتن نماز مسکن دادم. بار خدایا تو دلهای مردمان را به سوی آنها مایل گردان و به انواع ثمرات آنها را روزی ده، باشد که شکر تو به جای آرند. اثر این دعا بود که در ذی‌حجه 1368 450,000 تن از مسلمین در حج بیت الله را دیدند. پروردگارا تو به هر چه ما پنهان و آشکار کنیم بر همه آگاهی که تو خدایی و بر خدا البته هیچ چیز در آسمان و زمین پنهان نیست. ستایش خدای را که به من در زمان پیری دو فرزندم اسماعیل و اسحاق را عطا فرمود و درخواست مرا اجابت کرد که پروردگار من البته دعای بندگان را خواهد شنید. پروردگارا من و همسر مرا نمازگزار گردان و بارلاها دعای ما را اجابت فرما. بارلاها روزی که میزان و عدل و حساب بپا می شود تو در آن روز بر من و والدین من و همه مؤمنان از کرمت ببخشا و هرگز مپندار که خدا از کردار ستمکاران غافل است.
بلکه کیفر ظالمان را به تأخیر می افکند تا آن روزی که چشمهاشان در آن روز خیره و حیران است. در آن روز سخت آن ستمکاران همه شتابان و هراسان سر به بالا کرده و چشمها واله مانده و دلهاشان از شدت عذاب پر استراب است. ای رسول ما، مردم را از روزی که هنگام عذاب و کیفر اعمالشان فرا می رسد بترسان و آگاهشان ساز که ستمکاران خلق وقتی سختی عذاب را بنگرند از حسرت و پشیمانی خواهند گفت پروردگارا عذاب ما را به تأخیر افکن و ما را باز به دنیا باز گردان تا دعوت تو را اجابت کنیم و پیرو رسولان تو شویم و از هر کار بد باز گردیم. به آنها پاسخ آید که آیا شما بارها پیش از این در دنیا سوگند یاد نمی کردید که ما را ابداً زوال و هلاکی نخواهد بود؟ شما ستمکاران بودید که در منال زل ستمگران پیش از خود مسکن گزیدید، از هلاکت و مرگ آنان باز عبرت نگرفتید و حالان که مشاهده کردید که عاقبت ما به سرپنجه قهر مرگ چه بر سر آنها آوردیم و بر شما سرگذشت آنها را مثل آوردیم تا مگر عبرت گیرید و از کار زشت و ستمگری دست کشید، ولی هرگز پند نگرفته و بیدار نشدید. و آن ستمکاران بزرگترین مکر و مهمترین سیاست خیش را بکار بردند، ولی چه سود که پیش خدا مکر و فکر آنها هیچ است، هرچند به مکر و سیاست خود کوه‌ها را از جای برکنند. پس هرگز مپندار که خدا وعده رسولانش را خلاف کند، که البته خدا بر هر کار مقتدر است و از ستمکاران انتقام خواهد کشید. روزی که زمین را به امر خدا به غیر این زمین مبدل کنند و همه آسمانها را دگرگون سازند و تمام خلق در پیشگاه حکم خدای یکتای قادر قاهر حاضر شوند، در آن روز بدکاران و گردنکشان را زیر زنجیر قهر خدا مشاهده خواهی کرد و می‌بینی که پیراهن‌هایی از مس گداخته آتشین بر تن دارند و در شعله آتش چهره آنها پنهان است. این گونه عذاب بران است تا خدا هر شخص را به کیفر کردارش برساند، که خدا یک لحظه به حساب خلق می‌رسد. این قرآن عظیم حجتی بالغ برای مردم است تا خلایق از آن پند گرفته و خدا ترس شوند و تا عموم بشر خدا را به یگانگی بشناسند و صاحبان عقل متذکر و هوشیار گردند. سوره ابراهیم که شامل 52 آیه بود در اینجا به پایان می رسد. می رسیم به سوره هجر که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 99 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. این است آیات کتاب خدا و قرآنی که راه حق و باطل را روشن و آشکار می گرداند. کافران چون چشم حقیقت بین بگشایند، ای بسا آرزو کنند که کاش مسلم و خدا پرست بودند. ای رسول ما، این کافران را به خورد و خواب طبیعت و لذات حیوانی واگذار تا آمال و اوهام دنیوی آنان را غافل گرداند تا نتیجه این کامرانی بیهوده را به زودی بیابند. و ما هیچ ملک و ملتی را هلاک نکردیم جز به هنگامی معین. عجل هیچ قومی از آنچه در علم حق معین است یک لحظه مقدم و مؤخر نخواهد شد. کافران گویند ای کسی که مدعی آنی که قرآن از جانب خدا بر من نازل شده، تو به عقیده ما محققا دیوانه ای که چنین دعوی می کنی. اگر راست می گویی
و بر تو فرشتگان خدا نازل می شوند، چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند؟ ای رسول ما، در پاسخ این سخن به آنها بگو ما فرشتگان را جز برای حق و حکمت و مصلحت نخواهیم فرستاد، و آنگاه که بفرستیم دیگر کافران لحظه ای بر عذاب و هلاکشان مهلتی نخواهند یافت. البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققا از آسیب حسودان و منکران محفوظ خواهیم داشت، و ما پیش از تو هم رسولانی بر امم سالفه فرستادیم، ولی هیچ رسولی بر این مردم نادان نمی آید جز آن که به جای طاعت به انکار و استهزای او می پردازند. این گونه ما قرآن را در دل زشتکاران و کافران داخل سازیم که کافران به آن ایمان نمی آورند و نسبت به رسولان و کتب آسمانی و امم سابقه هم مانند امت تو بر همین انکار و استهزا گذشته است. و اگر ما بر این کافران امتت دری از آسمان بگشاییم تا دایم بر آسمانها عروج یا فرشتگان بر آنها نزول کنند، باز هم بر انکار تو خواهند گفت چشمان ما را محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرو بسته و در ما سحر و جادویی به کار برده است. ما در آسمان کاخهای بلند برافراشتیم و بر چشم بینایان عالم آن کاخها را به زیب و زیور بیاراستیم و آن را از دست برد شیطان مردود محفوظ داشتیم. لکن هر شیطانی برای سرقت سمع، یعنی برای دزدیدن و دریافتن سخن فرشتگان عالم بالا، به آسمان نزدیک شد، تیر شهاب شعله آسمانی او را تعقیب کرد و زمین را هم ما بگستردیم و در آن کوه‌های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و هر نبات مناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم و در این زمین هم لوازم معاش و زندگانی شما نوع بشر را مهیا کردیم و هم بر سایر حیوانات از طیور و دواب و سبا و غیره که شما به آنها روزی نمی دهید قوت و قضا فراهم ساختیم. و بدان که هیچ چیز در عالم نیست جز آن که منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود، ولی ما از آن بر عالم خلق الا به قدر معین که مصلحت است نخواهیم فرستاد، و ما بادهای آبستن کنه رحم طبیعت را فرستادیم و هم باران را از آسمان فرود آوردیم تا به آن آب شما و نباتات و حیوانات شما را سیراب گردانیدیم، وگرنه شما نمی توانستید آبهایی برای وقت حاجت خود در هر جای زمین از کوه و دره و بیابان و صحرا منبع ساخته و آن را جاری کنید. و ما این که خلایق را زنده می کنیم و می میرانیم و وارث همه خلق که فانی می شوند ما هستیم. در دنباله سوره هجر آیه 23 آن چنین می‌خوانیم: و البته علم ما به همه گذشتگان و آیندگان شما احاطه کامل دارد و البته خدای تو همه خلایق را در قیامت محشور خواهد کرد که کار او از روی علم و حکمت است. خلق را بیهوده و عبث نیافریده، بلکه برای آنها ثواب و جزای ابدی مقرر است. و همانا ما انسانی را از جلولای سال خورده تغییر یافته بیافریدیم و طایفه دیوان را پیشتر از آتش گدازنده خلق کردیم، و آنگاه که پروردگار به فرشتگان عالم اظهار فرمود که من بشری از ماده جلولای کهنه متغیر خلق خواهم کرد، چون آن انسان را معتدل بیاراییم و در آن از روح خیش بدمم، همه از جهت حرمت و عظمت آن روح الهی بر او سجده کنید. چون فرمان حق به سجده آدم در رسید، همه فرشتگان عالم سجده کردند مگر ابلیس که
از سجده آدم امتناع ورزید. خدا به شیطان فرمود که ای شیطان، برای چه تو با ساجدان به سجده آدم سر فرود نیاوردی؟ شیطان پاسخ داد که من هرگز به بشری که از گرولای کهنه خلق کرده ای سجده نخواهم کرد. خدا هم به او با قهر و عتاب فرمود که پس چون سجده نمی کنی از صف ساجدان و از بهشت مطیعان خارج شو که تو رانده درگاه ما شدی و لعنت ما تا روز جزا بر تو محقق و حتمی گردید. شیطان چون مردود شد از خدا درخواست کرد که پروردگارا پس مرا تا روز قیامت که خلق مبعوث می شوند مهلت و طول عمر عطا فرما. خدا فرمود آری تو را مهلت خواهد بود تا به وقت معین و روز معلوم. آنگاه که شیطان مهلت یافت به معارضه با خدا برخاست و گفت خدایا، چنان که مرا گمراه کردی من نیز در زمین همه چیز را در نظر فرزندان آدم جلوه می دهم تا از یاد تو غافل شوند و همه آنها را گمراه خواهم کرد به جز بندگان پاک و خالص تو را. خدا فرمود همین اخلاص و پاکی راه مستقیم به درگاه رضای من است و هرگز تو را بر بندگان با خلوص من تسلط و غلبه نخواهد بود، لکن اقتدار و سلطه تو بر مردم نادان گمراهی است که پیرو تو می شوند و البته وعدگاه جمیع آن مردم گمراه نیز مانند تو آتش دوزخ خواهد بود، چون آن دوزخ را هفت در است، هر دری را ورود دسته ای از گمراهان معین گردیده است و اهل تقوا را البته در بهشت باغ‌ها و نهرهای جاری خواهد بود. به آنها خطاب شود که شما با درود و سلام و با کمال ایمنی و احترام به بهشت ابد وارد شوید و ما آینه دلهای پاک آنها را از کدورت و کینه و حسد و هر عامل دیگری به کلی پاک و منزه خواهیم ساخت تا همه با هم برادر و دوستدار هم شوند و روبروی یکدیگر بر تخت عزت بنشینند، در صورتی که هیچ رنج و زحمت در آنجا به آنها نرسد و هرگز از آن بهشت ابد بیرونشان نکنند. ای رسول ما، بندگان مرا آگاه ساز و مژده ده که من بسیار آمرزنده و مهربانم و نیز آنها را بترسان که عذاب من بسیار سخت و دردناک است و هم بندگانم را از حکایت فرشتگان میهمان ابراهیم آگاه ساز و بگو که چون آن میهمانان بر ابراهیم وارد شدند و بر او سلام دادند، ابراهیم مضطرب شد و گفت من از اینکه شما بدون اذن و بی موقع بر من در آمدید بیمناکم. فرشتگان گفتند هیچ مترس که ما آمده ایم تو را به فرزندی دانا از جانب خدا بشارت دهیم. ابراهیم گفت آیا مرا در این سن پیری مژده فرزند می دهید؟ نشانه این مژده چیست؟ در دنباله سوره هجر آیه 54 آن چنین می‌خوانیم. فرشتگان گفتند ما تو را به حق بشارت دادیم و تو هرگز از لطف خدا ناامید مباش. ابراهیم گفت آری هرگز بجز مردم نادان مادی گمراه کسی از لطف خدا ناامید نیست. آنگاه ابراهیم پرسش کرد که ای رسولان حق، بازگویید بر چه کار مبعوث شده اید؟ فرشتگان پاسخ دادند که ما را بر هلاک قومی زشتکار فرستاده اند که آن قوم قوم لوتند که به زشترین عمل می پردازند. مگر اهل بیت لوت و خانواده نبوت که آنها را از بلا نجات خواهیم داد، جز زن لوت که آن هم چون با بدانه است، چنین مقرر داشته ایم که با زشتکاران هلاک شود. آنگاه که فرشتگان فرستاده حق
بر لوط و خانواده او وارد شدند، لوط با فرشتگان چون بی سابقه در خانه او آمدند گفت: شما اشخاص ناآشنایید و من هیچ شما را نمی شناسم. فرشتگان پاسخ دادند که ما بر انجام وعده عذاب که قومت در آن به شک و انکار بودند فرستاده شدیم و به حق و راستی به سوی تو آمده ایم و آنچه می گوییم صدق محض است. پس تو ای لوط با خانوادت شبانه از این دیار بیرون شو و همه اهل بیتت پیشاپیش و خود تو از پی آنان بیرون رو و هیچ یک باز پس ننگرید، بلکه بدان سو که مأمورید به سرعت روان شوید. آنگاه بر قوم لوط حکم هلاک دادیم و بر او این فرمان را که قومت تا آخرین نفر در صبحگاه هلاک می شوند وحی کردیم. و در آن شب که فرشتگان به شکل جوانهای زیبا به خانه لوط در آمدند، قوم لوط آگاه شده و خوشحال به خیار کامرانی به خانه لوط آمدند. لوط به قوم خود گفت: این جوانان در منزل من میهمانند، مرا به آزردن ایشان شرمسار مکنید، از خدا بترسید و در کار میهمان قریب مرا خجل مگردانید. قوم گفتند: آیا ما تو را از حمایت عالمیان منع نکردیم و نگفتیم که قریبان را از ما پنهان مکن و در خانه خود پناه مده؟ چرا کردی؟ لوط به قوم خود گفت: من این دخترانم را به نکاح شما می دهم تا اگر خیال عملی دارید انجام دهید و با میهمانانم قصد بد مکنید. ای محمد، به جان تو قسم که این مردم دنیا همیشه مست شهوات نفسانی و به حیرت و قفلت و گمراهی خواهند بود. باری قوم لوط هنگام طلوع آفتاب به بلای آسمانی هلاک شدند و شهر و دیار آنها را زیر و رو ساخته و آن قوم را سنگ باران عذاب کردیم و در این عذاب هوشمندان را عبرت و بصیرت بسیار است و این ویرانه شهر سدوم و دیار قوم لوط است که اکنون راهی برقرار و طریقی برای عبرت صاحبان افکار است. همانا در این عقوبت بدکاران اهل ایمان را آیت و عبرت است و اهل شهر ایکه هم بسیار مردم ستمکاری بودند، آنها را نیز به کیفر رسانیدیم و این هر دو شهر برای اهل اعتبار راهی روشن و آشکار است و اصحاب هجر هم رسولان ما را به کلی تکذیب کردند و از آیاتی که ما بر آنان فرستادیم روی گردانیدند. در کوه ها منزل می ساختند تا از خطر ایمن باشند. صبحگاهی عذابی علیم آنها را نابود کرد و به فراز کوه هم با همه ذخایر و ثروتشان از هلاک ایمن نگردیدند. و ما آسمانها و زمین و هرچه در بین آنهاست بجز برای مقصودی صحیح و حکمتی بزرگ خلق نکرده ایم و البته ساعت قیامت خواهد آمد. اکنون تو ای رسول ما از این منکران نیکو درگذر، یعنی با خلق خوش آنها را به حق دعوت کن و اگر نپذیرفتند دلتنگ مباش، محققاً پروردگار تو آفریننده ای داناست، بی مقصود خلق را نیافریده، البته هر کسی به نتیجه عملش خواهد رسید. ای محمد، همانا ما هفت آیت با ثنا در سوره حمد و این قرآن با عظمت را بر تو فرستادیم. چشم از این ناقابل متاع دنیوی که به طایفه ای از مردم کافر برای امتحان داده ایم البته بپوش و بر اینان اندوه مخور و اهل ایمان را زیر پر و بال علم و حکمت خود گیر و با کمال حسن خلق را پرورش ده. بگو: من رسولم، رسولی که برای اندرز و ترسانیدن خلق از عذاب قهر خدا
با دلیلی روشن آمده ام. آنگونه عذابی که بر کسانی که آیات خدا را قسمت کردند نازل نمودیم، آنان که قرآن را به میل خود و غرض فاسد خیش جز جز و پاره پاره کردند، بعضی را قبول و بعضی را رد کردند. قسم به خدای تو که از همه آنها سخت مؤاخذه خواهیم کرد، روزی از آن چه می کنند باز خواست می شوند. پس تو به صدای بلند آنچه مأموری به خلق برسان و از مشرکان روی بگردان، همانا ما که خدای مقتدر و تواناییم تو را از شر تمسخر و استهزا کنندگان مشرک که چند نفر از اشراف قریش بودند محفوظ می داریم. آنان که با خدای یکتا خدایی دیگر گرفتند به زودی خواهند دانست که درجه جهل و اشتباهشان تا چه حد است و با چه شقاوت و عذابی محشور می شوند. ما می دانیم که تو از آنچه امت در طعنه و تکذیب تو می گویند سخت دلتنگ می شوی، غم مخور و به ذکر اوصاف کمال پروردگارت تسبیح گو و از نماز گزاران باش تا به یاد خدا شاد خاطر شوی و دائم به پرستش خدای خود مشغول باش تا ساعت مرگ و هنگام لقای ما بر تو فرا رسد. سوره هجر که شامل 99 آیه بود در اینجا به پایان میرسد. میرسیم به سوره نحل که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 128 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان. فرمان خدا به ظهور عذاب قیامت و یا به عذاب شمشیر بر مشرکان به زودی فرا می رسد. پس هان ای کافران، شما به تمسخر و حذر تقاضای تعجیل آن نکنید. خدای یکتا متعالی و منزه از شرک مشرکان است. خدا فرشتگان و روح را به امر خود بر هر که از بندگان خواهد می فرستد تا او خلق را اندرز داده و از عقوبت شرک به خدا بترساند و به شما بندگان بفهماند که عالم را خدایی جز من نیست، تا تنها از من و از عقاب من بترسید. خدا آسمان ها و زمین را برای غرضی محق و حکمتی بزرگ آفرید و از آنچه مشرکان شرکارند متعالی و منزه است. خدا انسان را از آب نطفه بیافرید، آنگاه همان انسان به خصومت شدید برخاست. چار پایان را برای انتفاع شما نوع بشر خلق کرد تا از خود به موی و پشم آنها دفع سردی و گرمی کرده و فواید بسیار دیگر برید و از شیر و گوشتشان غذای معقول سازی. هنگامی که گله از گوسفند و گاو و اشتر شبانگاه برگردند یا صبحگاه به چرا بیرون روند، زیبا افتخار شما باشند یا از کرک و پشم آنها تجمل و انواع لباسهای فاخر کنید و بارهای سنگین شما را که جز به مشقت بسیار نتوانید برد از شهری به شهر دیگر برند که خدا درباره شما رؤوف و مهربان است. و اسب و استر و حمار را برای سواری و تجمل مسخر شما گردانید. چیز دیگری هم که شما هنوز نمی‌دانید برای شما خواهد آفرید. و بر خداست بیان راه عدل و راستی، و اگر خدا می‌خواست به جبر شما را همگی به راه هدایت و جنت می‌کشید، لکن این خلاف مصلحت الهی و نظام ربانی است. اوست خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان پرورش دهید تا به میوه آن شما و به برگش حیوانات شما برخوردار شوند و هم زراعت‌های شما از آن آب باران برویاند
و درختان زیتون و خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد. در این کار آیت و نشانه قدرت الهی برای اهل فکر پدیدار است. و هم شب و روز، خورشید و ماه را برای زندگانی شما در گردون مسخر ساخت و ستارگان آسمان را به فرمان خیش مسخر کرد تا به هر جانب آسمان حکمت بالغ او امر فرماید از شوق حرکت کنند. در این کار آیت و نشانهای قدرت خدا برای اهل خرد پدیدار است. و در زمین آنچه را برای شما آفرید به انواع گوناگون و اشکال رنگارنگ درآورد. در این کار هم آیت و نشانه الهیت بر مردم هوشیار پدیدار است و همون خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت ماهیان آن تغذیه کنید و زیورهای آن مانند در و مرجان و خز و سنجابش را استخراج کرده و تن را بیارایید و کشتیها در آن برانید تا به تجارت و سفر از فضل خدا روزی طلبید باشد که شکر خدا به جای آرید. در دنباله سوره می‌خوانیم که خداوند کوه‌های بزرگ را در زمین بنهاد تا از حیرانی و استراب برهید و نهرها جاری کرد و راه‌ها پدیدار ساخت تا مگر هدایت شوید و نشانهای زمین مانند کوه‌ها، دریاها، رودها و جنگل‌ها و ستارگان آسمان را مقرر داشت تا روز و شب به آنها هدایت یابید. آیا آن خدایی که این همه نعمت را برای شما بندگان خلق کرده مانند آن کس است که هیچ چیز در عالم خلق نکرده؟ آیا متذکر و هوشیار نمی شوید؟ اگر بخواهید که نعمتهای بی حد و حصر خدا را شماره کنید هرگز نتوانید که خدا در حق بندگان بسیار غفور و مهربان است و از خدا هر چه را پنهان و آشکار دارید به همه آگاه است و بدانید که آنچرا غیر از خدا می خوانید او چیزی خلق نکرده و خود نیز مخلوق است. اینها مرده و از حیات بی بهره اند و هیچ حس و شعوری ندارند که در چه هنگام مبعوث می شوند. خدای شما خدای یکتاست و آنان که به عالم آخرت ایمان ندارند به دل منکر مبدأ متعالند و از اطاعت حکم خدا تکبر و سرپیچی می کنند. محققاً خدا بر باطن و ظاهر آنها آگاه است. او هرگز متکبران را دوست نمی دارد و هرگاه به این مردم متکبر گفته شود که خدا چه بزرگ آیاتی برای هدایت شما به وحی فرستاده گویند این آیات همه افسانه های پیشینیان است. تا آن که آنان در نتیجه انکار روز قیامت بار سنگین گناه خود را با بار گناه کسانی که از جهل گمراهشان کردند بدوش نهند. عاقلان آگاه باشید که آن بار گناه بسیار بد عاقبت است. آن کافرانی که پیش از اینان بودند نیز مانند اینها مکرها برای پامال کردن حق اندیشیدند، لکن خدا سقف بنای آنها را از پایه ویران کرد و بر سرشان فرو ریخت و عذاب خدا از جایی که نمی فهمیدند آنها را فرا رسید. آنگاه روز قیامت هم آنان را خار و ذلیل خواهد کرد و آن روز خواهد گفت کجایند شریکان من که برای طرفداری آنها با مؤمنان خصومت و جنگ به پا می کردید. در آن هنگام اهل علم و دانش اظهار کنند که امروز ذلت و خاری و عذاب به کافران اختصاص دارد. آنها را مأموران غضب الهی جانشان را می گیرند در حالتی که در دنیا به نفس خود ستم کرده و آنجا مجبوراً سر تسلیم پیش دارند و گویند ما کار بد نکردیم. خدا به هر چه کرده اید آگاه است. از هر در
به دوزخ وارد شوید که در آنجا همیشه معذب خواهید بود و جایگاه متکبران که دوزخ است بسیار منزلگاه بدی است. و چون به اهل تقوا گفته شود که خدا چه آیاتی فرستاد، گویند نیکو آیاتی فرستاد، بهترین هدایت و سعادت و خیر دنیا و آخرت را در آیات قرآن پروردگار ما فرستاده. برخلاف منکران که گفتند قرآن همان افسانه های پیشین است، آنان که نیکوکارند هم در حیات دنیا نیکی و خوشی بینند و هم دار آخرت آنها را بهترین منزل است و البته خانه عهد تقوا بسیار مجلل و نیکو خواهد بود که باغ‌های بهشت عدن باشد که در زیر درختانش از لطف خدا نهرها جاری باشد. متقیان در آن داخل شوند و در حالی که هرچه بخواهند میتوانند میل کنند و در آنجا همه چیز برایشان حاضر است. باری این است اجر و جزایی که خدا به اهل تقوا عطا خواهد کرد. آنان که چون فرشتگان در اینجا منظور مأمورین رحمت پروردگار باشند، پاکیزه از شرک قبض روحشان کنند و آنها گویند که شما به موجب اعمال نیکویی که در دنیا به جا آوردید اکنون به بهشت ابدی درآیید. این کافران منکر جز آنکه با فرشتگان غضب خدا بر سر آنها بیایند یا به هلاک آنان حکم خدا در رسد دیگر چه انتظاری دارند؟ منکران پیشین هم مانند اینان بودند و کردند که همه هلاک شدند و خدا که هلاکشان فرمود اصلا به آنها ستم نکرد، بلکه آنها خود به نفس خیش ستم کردند تا آنکه به کیفر اعمال زشت خود رسیدند و آن عذابی که بر آن تمسخر می کردند به آنها احاطه کرد. و مشرکان گویند اگر خدا می خواست هرگز نه ما و نه پدرانمان چیزی جز آن خدای یکتا نمی پرستیدیم. مشرکان پیش از اینان هم کردار و گفتارشان همین بود. پس در این صورت برای رسولان ما جز تبلیغ رسالت و اتمام حجت تکلیفی نیست و همانا ما در میان هر امتی پیغمبری فرستادیم تا به خلق ابلاغ کند که خدای یکتا را پرستید و از بتان و فرعونان دوری کنید. پس در نتیجه دعوت رسول بعضی مردم را خدا هدایت کرد و بعضی دیگر در ضلالت و گمراهی ثابت ماندند. اکنون شما عاقلان در روی زمین گردش کنید تا بنگرید عاقبت آنان که انبیا را تکذیب کردند به کجا رسید و آنها چگونه هلاک ابدی شدند. ای رسول ما، تو اگر چه بسیار حریص و مشتاق هدایت خلق هستی، لکن بدان که خدا گمراهان را پس از اتمام حجت هدایت نکند و آنها را یاوری نخواهد بود. و کافران با مبالغه و تأکید کامل قسم یاد می کنند که هرگز کسی که مرد خدا زنده نخواهد کرد و قیامتی وجود نخواهد داشت. بله، خیال باطلی کردند. البته قیامت وعده حتمی خداست، لکن اکثر مردم از آن آگاه نیستند. آن روز محشر خواهد آمد که در آن چه خلاف می کردند آشکار و مبین گردد تا کافران کاملا به دروغ و اندیشه غلط خود آگاه شوند. ما با امر نافذ خود هر چرا اراده کنیم و گوییم موجود باش، همان لحظه موجود خواهد شد. در دنباله سوره نحل آیه 40 آن چنین می‌خوانیم: آنان که در راه خدا مهاجرت کردند پس از آنکه ستمها در وطن خود از کافران کشیدند، ما در دنیا به آنها جایگاه نیکو می‌دهیم، در صورتی که اگر بدانند اجری که در آخرت به آنها عطا خواهیم کرد بسیار بهتر و نیکوتر است.
این اجر بزرگ در دنیا و عقبا به آن کسانی عطا می شود که در راه دین صبر کردند و بر خدای خود در کارها توکل نمودند. و ما پیش از تو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر هیچ امت غیر رجال مؤید به وحی خود کسی را به رسالت نفرستادیم که امت تو گویند چرا رسول ما فرشته نیست و از جنس بشر است. به آنها بگو بروید و از اهل ذکر یعنی علما و دانشمندان هر امت سؤال کنید. به هر رسولی معجزات و کتب و آیات وحی فرستاده ایم و برای تو قرآن را که جامع و کامل ترین کتاب الهی است نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده بیان کنی، باشد که عقل و فکر خود را به کار بندند و در دو عالم سعادت یابند. آنان که بر کردار زشت خود مکرها می اندیشند آیا از این بلا ایمنند که خدا همه را به زمین فرو برد یا از جایی که پی نبرند عذابی فرستد؟ یا آن که در سفر که سرگرم رفت آمدند ناگاه به مؤاخذه سخت بگیرد و آنان بر قدرت حق غالب نتوانند شد؟ یا آن که آنها را به حال ترس و اضطراب بگیرد؟ خدا که این زشتکاران را به این انواع بلاها گرفتار نکرد، به خاطر همین است که پروردگار تو بسیار به خلق مشفق و مهربان است. آیا چشم نگشودند که آثار قدرت خدا را در هر چیز مشاهده کنند و ببینند که هر موجودی چگونه اثرات خود را به هر جانبی می فرستد و از راست و چپ مستقیم یا غیر مستقیم همه به سجده خدا با کمال فروتنی مشغولند؟ هرچه در آسمان ها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه بی هیچ تکبر و با کمال رضایت به عبادت خدا مشغولند و تمام موجودات از خدا که فوق همه آنهاست می ترسند و هرچه مأمورند اطاعت می کنند. خدای یکتا فرموده که به راه شرک نروید که خدا یکیست. از من بترسید و از هیچ کس دیگر نترسید. هرچه در آسمان ها و زمین است همه ملک خداست و دین و اطاعت همیشه مخصوص اوست. آیا شما بندگان باید از کسی غیر از خدای مقتدر بترسید؟ و شما بندگان با آن که هر نعمت که دارید همه از خداست و چون بلایی رسد به درگاه او پناه جسته و به او در رفع بلا استغاثه می کنید، باز وقتی که بلا را از سر شما رفع می کند گروهی از شما به خدای خود شرک می آورید و با وجود آن همه نعمت که به آنها دادیم باز به راه کفر و کفران می روند. باری این دو روزه دنیا به کامرانی حیوانی بپردازید که به زودی هنگام مرگ نتیجه عمل خود را خواهید دانست. و این مشرکان برای بتان از روی جهل نصیبی از رزقی که ما به آنها دادیم قرار می دهند. سوگند خدای یکتا که البته از این دروغ و عقاید باطل بازخواست خواهد شد و این مشرکان فرشتگان را با آن که خدا منزه از فرزنده است دختران خدا می دانند و حالان که بر خود پسران را آرزو می کنند. و چون یکی از آنها را به فرزند دختری مژده آید از شدت غم و حسرت رخسارش سیاه شود و سخت دلتنگ می شود و از این آر روی از قوم خود پنهان می دارد و به فکر می افتد که آیا آن دختر را با ذلت و خاری نگه دارد و یا زنده به خاک گور کند. ای عاقلان آگاه باشید که آنها بسیار بد می کنند. اوصاف کسانی که به خدا و به قیامت ایمان ندارند زشت است و اعمالشان مانند زنده به گور کردن دختران از روی قساوت و جهالت و خودخواهی و بیرحمی است.
اما خدا و خدا شناسان را پسندیده و عالی ترین اوصاف کمال است و خدا بر هر کار مقتدر و به هر چیز داناست. و اگر خدا از ظلم و ستمکاری های خلق انتقام کشد، جنبنده ای در روی زمین نخواهد گذاشت، ولیکن او در عقوبت تعجیل نمی کند و از راه لطف تأخیر می افکند تا وقتی معین که مقتضای مصلحت و حکمت است، ولی آنگاه که اجل آنها در رسید دیگر یک لحظه هم مقدم و مؤخر نخواهد شد و این مشرکان آنچرا که بر خود نمی پسندند چون داشتن فرزند دختر از دروغ به خدا نسبت می دهند و تصور می کنند که باز عاقبت نیکو دارند، در صورتی که محققا کیفر آنها آتش دوزخ است و زودتر از دیگران هم به دوزخ می روند. به خدا سوگند که ما رسولانی پیش از تو بر امم سابقه فرستادیم تا سعادت یابند، ولی شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد، پس امروز یعنی روز محشر شیطان یار آنهاست و به عذاب دردناک گرفتار خواهند بود. و ما این قرآن بزرگ را بر تو نفرستادیم مگر برای اینکه حقیقت را در آنچه مردم اختلاف می کنند روشن کنی و برای اهل ایمان هدایت و رحمت باشی. و خدا از آسمان باران را فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده کرد. البته در این کار آیت قدرت و حکمت الهی بر آنان که سخن بشنوند پدیدار است و البته برای شما هوشمندان ملاحظه حال چار پایان از شتر، گاو و گوسفند همه عبرت و حکمت است که ما از میان سرگین و خون شیر پاک شما را می نوشانیم که در طبع همه نوشندگان گواراست. و هم از میوه های درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق حلال نیکو به دست دارند. در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید و سپس از میوه های شیرین و حلاوت گل های خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپویید. آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است. در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست و خدا شما بندگان را آفریده. بعضی را به سن انحطاط پیری می رساند که هرچه دانسته اید همه را فراموش می کنید. همانا خداست که همیشه دانا و تواناست و شما را گاهی قوت و دانش می دهد و گاهی می گیرد و خدا رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده، آنکه رزقش افزون شده و به زیر دستان و غلامان زیاده نمی دهد تا با او مساوی شود. آیا نعمت ایمان به خدا را باید انکار کنند؟ در دنباله سوره نحل آیه 71 آن چنین می‌خوانیم: و خدا از جنس خودتان برای شما جفت آفرید، یعنی زنان را برای آسایش و آرامش مردان آفرید و از آن جفتها پسران، دختران، دامادان و نوادگان بر شما خلق فرمود و از نعمتهای پاکیزه لذیذ روزی داد. آیا مردم باز به باطل می گروند و به نعمت خدا کافر می شوند و بت پرستان از جهل خدا را که نعمتهای بیشمار به آنها داده نمی پرستند و به جای او بت‌هایی را پرستش می کنند که در آسمان و زمین مالک چیزی که روزی به مشرکان دهند اصلا نیستند و هیچ توانایی بر کاری ندارند؟ پس شما مشرکان از جهل و نادانی بت‌ها را برای خود مثل و مانند نشمارید و به خدای یکتا بگروید که خدا به همه چیز داناست و شما نادانید. خدا مثلی زده: آیا بنده ای که قادر بر هیچ نیست
با مردی آزاد که ما به او رزق نیکو و مال حلال بسیار عطا کردیم، که پنهان و آشکار هرچه خواهد انفاق می کند. این دو یکسانند؟ هرگز یکسان نیستند. مسئله بت و خدا و بت پرست و خدا پرست بدین تمثال ماند. ستایش مخصوص خداست، ولیکن اکثر مردم آگاه نیستند. خدا مثلی زده: دو نفر مرد، یکی بنده ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز، که از هیچ راه خیری به مالک خیش نرسد، و دیگری مردی آزاد و مقتدر که بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود هم به راه مستقیم باشد. آیا این دو نفر یکسان هستند؟ هرگز یکسان نیستند. مسئله کافر و مؤمن بدین تمثال ماند. تنها خدا بر غیب آسمان ها و زمین آگاه است و بس، و کار ساعت قیامت در سرعت و آسانی مانند چشم برهم زدن یا نزدیکتر بیش نیست، که خدا البته بر هر چیز تواناست. و خدا شما را از بطن مادران بیرون آورد در حالی که هیچ نمی دانستید، و به شما چشم و گوش و قلب اعطا کرد تا مگر شکر این نعمتها به جا یارید. آیا در مرغان هوا نمی نگرند که جو آسمان مسخر آنهاست و به جز خدا کسی نگهبان آنها نیست؟ در این امر برای اهل ایمان نشانی از قدرت حق پدیدار است، و خدا برای سکونت دائم شما منزلهایتان را و برای سکونت موقت از پوست چهار پایان خیمه ها را برای شما قرار داد تا وقت حرکت و سکون سبک وزن و قابل انتقال باشد، و از پشم و کرک و موی گوسفند و شتر اساسه منزل و متاع و اسباب زندگانی و لباسهای فاخر برای شما خلق فرمود تا در این حیات دنیا از آن استفاده کنید، و خدای برای آسایش شما از گرما سایه به آنها از درختان و از سقف و دیوار و کوه‌ها مهیا ساخت، و از غارهای کوه پوشش و اتاقها برایتان قرار داد تا از سرما و گرما پناهی گیرید، و نیز از نباتات و حیوانات و کرم ابریشم لباسی که شما را از گرمای آفتاب و سرمای زمستانی بپوشاند خلق کرد، و نیز برای آن که در جنگ محفوظ مانید لباس آهنین مقرر گردانید. چنین نعمتهای خود را خداوند بر شما تمام و کمال کرد تا مگر مطیع و تسلیم امر او باشید. پس با وجود این همه نعم الهی، اگر باز روی از خدا بگردانید، ای رسول ما، بر تو تبلیغ رسالت و اتمام حجتی بیش نیست. این مردم خودخواه لجوج نعمت خدا را دانسته و شناخته اند که باز انکار می کنند، و اکثر اینها کافر هستند. در دنباله سوره نحل آیه 83 آن چنین می‌خوانیم: و به یاد خلق آور آن روزی را که در قیامت ما از هر امتی رسول و شاهدی برانگیزیم، آنگاه نه به کافران اجازه سخن و اعتزاز داده شود و نه توبه و انابه و عذری از آنها پذیرفته شود، و روزی که ستمکاران عذاب خدا را به چشم ببینند دیگر هیچ نه تخفیف عذاب و نه مهلت آسایش خواهند یافت. و چون مشرکان شریکان خود را در قیامت ذلیل و عاجز مشاهده کنند حسرت خورند و در آن حال گویند بارلاها اینانند که ما به جای تو پرستش کردیم، آنها را که ما را فریب دادند به جای ما مجازات کن. شریکان جواب دهند که ای مشرکان، شما البته دروغ میگویید، ما هرگز شما را به پرستش خود نخواندیم، و در آن روز همه کفار و مشرکین تسلیم فرمان خدا شوند و هرچه غیر از خدا جعل کرده و میپرستیدند همه از نظرشان محو و نابود شوند. آنان که خود کافر شدند و راه خدا را نیز به روی خلق بستند، ما آنها را به کیفر افساد و اخلال در کار خلق
عذابی فوق عذاب کافران دیگر بیفزاییم و روزی که ما بر هر امتی از رسولان خودشان گواهی برانگیزیم و تو را ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر این امت گواه آریم، آن روز سخت را یاد کن و امتت را متذکر ساز و ما بر تو این قرآن عظیم را فرستاده ایم تا حقیقت هر چیز را روشن کند و راه دین حق را از راه های باطل بنماید و برای مسلمین هدایت، رحمت و بشارت باشد. همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان می دهد و به بذل و عطاء خویشاوندان امر می کند و از اعمال زشت و منکر و ظلم نهی می کند و به شما از روی مهربانی پند می دهد. باشد که موعظه خدا را بپذیرید تا سعادت و بهشت ابد یابید. چون با خدا و رسول و بندگانش عهدی بستید، بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمانی را که مؤکد و استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته اید و خدا به هر چه که می کنید آگاه است. و در مثل مانند زنی که رشته خود را پس از تابیدن محکم واتابید نباشید که عهد و قسمهای استوار و محکم خود را برای فریب یکدیگر و فسادکاری به کار برید تا آنکه قومی بر قوم دیگر تفوق یابید، زیرا خدا شما بندگان را به این عهد و قسمها می آزماید و در روز قیامت همه تقلبها و اختلافات شما را برای شما آشکار خواهد ساخت. و اگر خدا می خواست به مشیت ازلی همه بشر را یک امت قرار می داد و هیچ گونه اختلافات نژاد و زبان و ملیت در بشر نمی گذاشت، لیکن پس از امتحان هر کرا بخواهد گمراه گذارد و هر کرا بخواهد هدایت می کند و البته آنچه از نیک و بد کرده اید از همه سؤال خواهد شد و عهد و سوگندهای خود را برای فریب بین خود به کار مبرید تا آنکه ثابت قدم است نیز به فریب و سوگند دروغ بلغزد و از اینکه راه خدا را بستید همه به سختی مبتلا خواهید شد و به عذاب سختی گرفتار خواهید آمد. و عهد خدا را به بهای اندک نفروشید که آنچه از نعمت ابد نزد خداست اگر بفهمید بسیار شما را بهتر از آن منفعتی است که به نقض عهد بتابید. آنچه نزد شما هست از مال و جاه دنیا همه نابود شد و آنچه نزد خداست از ذخایر اعمال نیک و ثواب آخرت تا ابد باقی خواهد بود و البته اجری که به صابران بدهیم اجریست بسیار بهتر از عملی که به جا آوردند، زیرا اعمال نیک باقی نماند ولی بهشت ابد که اجر آنهاست جاوید بماند. در دنباله سوره نحل آیه 96 آن می‌خوانیم که هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جا یارد، ما او را در زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد می گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که کرده به او می کنیم. ای رسول ما، چون خواهی تلاوت قرآن کنی، اول از شر و وسوسه شیطان مردود به خدا پناه بر، که البته شیطان را هرگز بر کسی که به خدا ایمان آورده و بر او توکل و اعتماد کرده تسلطی نخواهد بود. تنها تسلط شیطان بر آن نفوسی است که او را دوست گرفتند و به اقوای او به خدا شرک آورده اند. و ما هرگاه آیتی را از راه مصلحت نسخ کرده و به جای آن آیتی دیگر آوریم، در صورتی که خدا بهتر داند تا چه چیز به صلاح خلق نازل کند، کافران اعتراض بر نسخ آیه کرده و میگویند تو بر خدا همیشه افترا میبندی. چنین نیست، بلکه اکثر اینها نمیفهمند. تو ای رسول ما به کافران بگو که این آیات را روح القدس از جانب پروردگار من به حقیقت و راستی نازل کرده تا
تا اهل ایمان را در راه خدا ثابت قدم گرداند و برای مسلمین هدایت و بشارت باشد. و ما کاملا آگاهیم که کافران میگویند آن کس که مطالب این قرآن را به رسول میآموزد بشری است عجمی غیر فصیح. و رسول پس از آموختن مطلب این قرآن را خود به زبان عربی فصیح درآورده. البته آنان که به خدا ایمان نمی آورند خدا هرگز هدایتشان نخواهد کرد و آنها را عذاب دردناک خواهد رسید. دروغ را آن کس به خدا می بندد که ایمان به آیات خدا نیاورد و این کافران البته خود مردمی دروغ گویند. هر آن کس بعد از آن که به خدا ایمان آورده باز کافر شود، نه آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد، بلکه به اختیار و با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت، بر آنها خشم و عذاب خدا و عذاب سخت دوزخ خواهد رسید. این غضب و عذاب بر آنها بدین سبب است که حیات فانی دنیا را بر حیات ابدی آخرت برگزیدند. آخرت را فدای دنیا کردند و به کلی کافر به آخرت شدند و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد کرد. در اینجا نوار شماره 12 از سوره نحل تا آیه 106 این سوره به پایان می رسد. در نوار شماره 13 دنباله سوره نحل از آیه 106 آن را برایتان قرائت می کنیم به امید پروردگار بزرگ.